وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز سه‌شنبه است، 28 از ماه فوریه سال 2012 میلادی. در روزهای سه‌شنبه در خدمت شما در باب جنگ دوم صحبت میکنیم. امشب به خاطر این کلاهبرداری بزرگ تاریخی یعنی رأی در جمهوری اسلامی در این ارتباط صحبت میکنیم و این موضوع جنگ دوم رو به تعویق میاندازیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر موضوع. میفرماید: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. اون شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پید سال خورده جوانی ز سر گرفت. اون اشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، من لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. حافظ اینجا زیاد از حد اقرار فرموده است و لطف کرده در حق شیخ و مفتی، آخوند و ملا. کجا عشق اشوه داد و آخوند عاشق شد از ره برفت؟ این خیلی اعتبار داده حافظ. هیچ آخوندی در تاریخ عاشق هیچی نشد. شما ملا پیدا بکنید که عرض کنم که موسیقی رو مثلا تکریم بکنه، یا هنر رو عرض کنم یک لطفی داشته باشه در حق هنر. اینها از رقت حس و اونچه لازمه در واقع زمینه های عشق هست، اینها بیخبر هستن. جای دیگر در حق اینها فرموده است که عرض کنم که رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر از حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. یعنی آخوند و ملا رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. اینجا الان مرحمت فرموده دیگه، خواسته در واقع در عظمت عشق سخن بگه. میگه اون چنان بود این تأثیر عشق که آخوند شیخ هم از ره برفت، یعنی از ره دین دور شد، عاشق شد، ولی که هرگز اتفاق نیفتاد. خب این مرحمت حافظ بود از در حق اینا. اون اشوه داد عشق که مفتی یعنی فتوا دهنده، یعنی شیخ ملا، زره برفت یعنی از ره دین دور افتاد، فرو افتاد از ره دین و در ره عشق افتاد. اون عشوه داد عشق که مفتی زره برفت، اون لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از اون عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن زکه آموختی که بخت تعویز کرد شعر تو را و به زر گره. غزل های بسیار فصیح. تعویز این دعا میبستم به بازو اینا. خب خدمت شما عرض میکنم که این کامپیوتر دستگاه فنی تلویزیون پارس دود ناخوش از همه اعضایش بیرون آمده است و سوخته. این است که ما اون آرم سرزمین جاوید رو نداریم که بگذاریم، یعنی تصویر اون چهار مرد بزرگ که حکیم فردوسی و ستارخان و کسروی و دکتر محمد مصدق اصلا نداریم. این پرچم دیرک مانندم که پشت سر ماست، اینم از تمهیدات تلویزیون پارس است. بنده معتقد هستم که پرچم رو آدم رسمی نماینده مملکت میذاره، نه هر کسی یه دیرک روشانش این بر اون طرف متظاهر به وطن دوستی. این پرچم محترمتر از آن است این کارا رو باش بکنن. این است که این هم گذاشتن الان این پشت ما کاری به کارو نداره. ما دیدیم آدمای ترسو 8 متر و نیم پرچم با زبان پر از تملق و دروغ پرچم به کول از این تلویزیون به اون تلویزیون پرچم رفت به هوا. ما وانی وطن پرست در میدان مهملگویی. البته خب اجازه بدید عرض کنم خدمت شما که میخوام خدمتتون راجع به کلاهبرداری سیاسی صحبت کنم امشب، یعنی در واقع رأی، این رأیی که آخوندها میگیرن. و تو برادر عزیز من که از ترس نمیدونم قطع نمیدونم برنج نمیدونم چی میگیری، کوپن چی میگیری،
به طمع برنج و از ترس قطع برنج آینده رأی میدهی، بایستی بدانی این رأی مهمترین حقی است که تو داری. ما باید برای احقاق حقوق از دست رفته خود یا اسلحه به دست بگیریم یا حداقل رأی ندهیم. پدر جان 30 سال از تو رأی میدی، آمدی رأی دادی به جمهوری اسلامی، بزرگترین کلاهبردار سیاست در تاریخ این 150 سال سیاست جدید مملکت ما این آخوند خمینی بوده. جمهوری اسلامی آره یا نه، اینم شد حق انتخاب، اینم شد حق انتخاب، حداقل نکرد بگه آقا مثلا فرض فرمایید که پادشاهی مشروطه که در اینجا بوده از نمیدونم که، یا جمهوری اسلامی، بعد چاقوکش نذاره سر صندوق، حداقل میگفتیم یک انصافی داشته. حالا مردم که انقلاب نکردن که بگن ما قانون اساسی مشروطه رو نمیخواهیم یا سیستم پادشاهی نمیخواهیم، که گفتن آقا ما این شاه رو نمیخواهیم. آمد با حقه بازی و ترفند که هزار جور ترفند و صد هزار جور نیرنگ از زیر عبا و این عمامه آخوندها همواره بیرون آمده و ما رو به این روز انداخته، این نیرنگ نخستینش. جمهوری اسلامی بله یاخه. و من همه آدمایی که حالا عوام الناس که عوام الناس هستن، تمام کسانی که ادعای سیاست میکرد، ادعای سابقه سیاسی میکردن، ادعای دانشندوزی میکردن و رفتن عرض کنم فریبی داستان خوردن، من همه اینها رو نادان سیاسی میدانم و سفیه سیاسی. یه مرد باهوش هم ما داشتیم و اون حاج جوادی بود. هفته دوم نوشت که آقا صدای پای فاشیسم به گوش من میاد و متواری شدیم. مرد امروز هم در فرانسه زندگی میکنه، حداقل اون زود فهمید، البته ایشون هم باید قبلا میفهمید. کلاهبرداری و از اون روزگار شروع کردیم به رأی دادن. هر موقع رفتیم پای این صندوق روزگارمون تیره تر شد، مملکتمون بی آبروتر شد، دست جنایت رژیم در واقع تواناتر شد تا به امروز. امروز این رژیم در بدترین وضعیت این دوران 32 سال منحوس حیاتش هست، به لحاظ بین المللی، به لحاظ داخلی، در یک بحران. فقط رأی شما میتواند این آخوندها رو کمک بکند. میگوین ما پیروان مولا علی هستیم و نمیدونم چیز علی و فلانی حرفا. بابا این علی که شما میفرمایید پدر جان، میگن نشسته بود اونجا داشت با چراغ بیت المال نمیدونم حساب کتاب میرسید، طلحه و زبیر هم آمدن نشستن، بابا من چیکار کنم، ما شخص تو کار داریم، این چراغ رو خاموش کرد یه چراغ دیگه افروخت، چه میکنی؟ گفت این با پول بیت المال بود. حالا بگذاریم که بیت المال اموال دزدی بود، عرض کردم اینا همه تضادهای اسلام هست، مال مردم رو بدوزیم اما در تقسیمش عدالت رو برقرار کن. کفار دیگه، کفار رو بایستی کش، مالشون رو گرفت، یا اول کار اینا همی بوده، لااقل اون اینجوری بود. یا عمر، بابا عمر که این رافضی ها، یعنی ما رافضی ها لعنت میکنیم، یه لباسی به تنش بوده میگن 40 و چند تکه بوده، یکیش هم پوست بوده. در اون سفرش به فلسطین اون اسقف مسیحی آمد دید که این عمر سوار شتر، پیرانش پاره شده از پشت و مهمانش کرد، گفت من از عدل تو، به خاطر عدل تو، بر اثر عدل تو، از ظلم تو وحشتی ندارم. مقصودی که تو مرد عادلی هستی، چون میدونی مثلا عدل عمر خیلی مشهور. دعوتش کرد منزل، عمر پیراهنش در آورد، گفت پیراهن منو بدوز. این دفعه پیراهن کتان زیبا آورد و گفت من به تو رشوه نمیدم، این پیراهن از من قبول. گفت نه، من همون پیراهن کسی بشورش بچش کن بدوزش به من بده. این عمر بوده. آقا مجتبا برابر عرض کنم که گزارش های رسیده که در سایت هم میتونه ببینید، آمده است که احمدی نژاد این آقای بهمنی رو، رئیس همین اقتصاد ایران و بانک مرکزی و فلانی حرفا، که آقا این ترازنامه با هم نمیخوانه، پول ها کجاست؟ بعدش گزارش کرده به فرمان رهبر، ما 1,600,000,000 دو باشیم به حساب آقا مجتبا. در داستان‌های اسلامی می‌خوانیم که نمی‌دونم حضرت فاطمه نمی‌دونم یک انگشتر یک گوشواری قرض کرده بود و علی به خشم آمد و اینا. فکر نکنیم اونا مثل اینا بودن، جنایت می‌کردن، البته پیروان صدیق اسلام بودن در غارت و عرض کنم گرفتن مال مردم و قتل و اینها، اما در بین مسلمین حداقل این کارا رو می‌کردن. بابا جان اینا که آدم می‌کشن، دزدم هستن که بابا جان که
تو به کی میخوای رای بدی؟ برای چی رای میدی؟ 1,600,000,000 قبلا هم گفته بودن 1,000,000,000 دلار این آقا رو انگلیس ها مسدود کردن. یک کامیونی هم که میگفتن 22,000,000 حالا میلیارد نمیدونم ترکیه برده. شما داری رای برای کی میدی پدر جان؟ میترسی؟ بچین منزل آقا بگو به حضرت عباس بیدست من مریض بودم، من و زن بچه‌م همه اسهال داشتیم، والا به حضرت عباس بود ریش پرخون حبیب ابن مزار ما نتوس میام رای بدیم. چون اینها نیازمند پشتیبانی مردم هستن. حالا تفاوتی هم البته در نهایت نمی کند که اینها یک عده چاقوکش، برادران عزیز چاقوکش پاسدارمان و برادران چاقوکش بسیجمان، خانواده ها پول میدهند و گندم و برنج و نمیدونم چه، یعنی 3-4 میلیونی ممکنه سر بیارن ولی میگن 27 میلیون. از حالا من پیشنهاد پیشبینی میکنم 28 میلیون. 28 میلیون تا 33 میلیون آمدن رای دادن به این رژیم پربرکه. این رای چیز خیلی محترمی است. پدر در این آمریکا جرأت نمیکنه از پسرش بپرسه پسرم به کی رای دادی. به شدت برافروخته میشه در باب رای، به خصوص رای. خیلی حساسیت دارن این جامعه آمریکا که من میشناسم و این عرض کنم که حتی هندی ها محال بیان بکنه من به کی رای دادم، به کسی مربوط نیست. خیلی خصوصی، خیلی محترمه، حق خیلی بزرگی است. هزاران هزار سال انسان راه آمده، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، این همه راه آمدین انسان قارنشین تا آمده به رأی برسه که این مهمترین جلوه حیات انسان مدرن هست. هزاران هزار میلیون سال از او گذشته، شما همینجوری برای همه خرج میکنی؟ حالا پیرو مطلبی که در باب حافظ عرض کردم و کلاهبرداری آقای خمینی، ره که آخوند جماعت عواطف رقیق ندارد و بسیار بیرحم و سنگدل هست، ملاحظه بفرمایید آقای خمینی در هواپیما در حال ورود به ایران بعد از 14-15 سال تبعید در کشور ترکیه و عراق، حالا آمده آقای پیتر اینو دیدید، این باید مرتب پخش بشه، همه ما این رو داشته باشیم ببینیم با چه کسی طرف بودیم. داره برمیگرده ایران در هواپیمای بکنم 747 بود افرانس اگه اشتباه نکنم، آقای قطب‌زاده که از اعوان اصلاحش کنار دستش نشسته بود، آقای پیتر جنینگز که متاسفانه سرطان گرفت و خیلی زود مرد، این خبرنگار بسیار برجسته بود، گفت از این قاب بپرس حالا که داره به وطنش برمیگرده چه احساسی داره. فرمودن هیچ. قطب‌زاده تکرار گفت بابا هیچ. بعد اگر قطب‌زاده تقلب کرد گفت این نمیخواد چیزی بگه، هی داز مانو میک انی کامنت، در حالی که کامنتش داده بود گفته بود هیچ. ملاحظه بفرمایید با بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟ در ایران این نوار قاچاقه، هر که بگیرن عرض کنم که با باتوم و یه حرفات از وزیرایی میکنه. در روزگار قدیم سیاست کلاهبرداری نداشت آقا، سیاست یعنی گرفتن قدرت در واقع به قوت تدبیر و زخم شمشیر بود. یه کسی بلند میشد مثل آقا محمد خان قاجار، مرد دلاور و با تدبیر میامد از وضعیت استفاده میکرد و قدرت رو به دست میگیرد. وقتی هم اینا به قدرت میرسیدن سعی میکردن که مردم رو راضی نگه دارن، سعی نمیکردن ظلم بکنن. حتی مغلها، نمیدونم دزدان دشت قبچاق، عربها، چه داستان ها ما شنیده ایم از عدالت مغول ها بعد از تخریب ایران و همه مملکت و اینها که فهمیدن مال خودشون هم نشستن آقا به عدالت، خیلی هم ساده زندگی میکردن. 1,000,000,000 و فلان هم توی نمیدونم 600 میلیون هم در حساب پسرشون نبود، کلاهبرداری نداشت در واقع. عرض کردم چگونه بود. در عصر جدید که ملت ها به پای خواستن برای آزادی،
کلاهبرداری ها شروع شد، به خصوص کشورهایی که خارجی ها درش تسلط داشتن یا نفوذ داشتن، کلاه بر سر مردم گذاشتن یا به عبارتی کلاه مردم رو برداشتن آغاز شد. کار ما بعد از مشروطه به جز چند دوره همش کلاهبرداری سیاسی بود. یعنی شما اول میای مینشینی به تخت یا قدرت به دست میگیری، نیروی انتظامی و نیروی عرض کنم که اطلاعات به دست میگیری، شروع میکنی تصمیر از گرده مردم کشیدن، انتخابات هم میگذاری، منتها کیا رو میاری مجلس؟ منتخبین خودت رو. این بزرگترین کلاهبری، ظلم آشکار و صریح در حق یک جامعه است. وضعیت ما چنین بوده است در مجلس شورای ملی در روزگار گذشته، به جز چند دوره که مردم بودن، چون دموکراسی پدر جان یعنی حکومت مردم برای مردم، از مردم، به خاطر مردم، مردم باعث بود. در حکومت دموکراتیک یک جاروکش میتواند رئیس جمهور بشه، در واقع فرض بر اینه. حالا بگذاریم در آمریکا باید پولی داشته باشه و نمیدونم فلان حرفا، اما فرض بر اینه که قانون در مقابل، یعنی در مقابل قانون همه یکسان هستن، حقوق همه افراد یکسان هست. در مملکت ما سیاست آخوند برتری و فرومای سالاری، شما نگاه کنید به این ناصیه، این محسن رفیق دوست و بقیه این رجال رژیم، حقیقتا آدم تخریم چاقوکشا هستن دیگه، چاقوکشا و اجامر قدیم، ارازل و اجامر دوز اینها آمدن. مردم ما، مردم بیچاره ما در واقع شبیه به کسانی بودند که تشنه ماهی هستن اما ماهیگیری بلد نبودن، تشنه شنا در رودخانه بودن، در امواج خروشان رودخانه اما شنا بلد نبودن. قضیه سیاست هم از مواهب نیست، اکتسابی است. یعنی چی؟ یعنی آدم به ذات سیاستمدار نیست، به ذات شناگر نیست، اینو یاد میگیره در جامعه. به قول معروف از مکاسب است، به قول عرفای قدیم، نه از مواهب. مردم ما رو دراز مدتی از صحنه سیاست بیرون کرده بودن، به وجهی که هیچ کس راجع به هیچ چی نمیدونست. یک ادعام که فهم کردن میدانن یک مش آدم جاهل بودن که یا عرض میکنم کتاب مارکس زیر بغلشان بود یا کتاب ماو، دوست دیگر اون نوع استبداد بودن برای خودشون. جاهلان واقعی، گمراه کنندگان مردم اینا بودن. بقیه مردم بیچاره چیزی نمیسره جبه سیاست. در مردن مشروطه بقالها و عطارها و نمیدونم حلیم پزا و اینا خیلی خوب میدانستن سیاست رو، در روزگار ما نمیدانستن، چون هیچ تعلیمی نداشتن، هیچ گونه آگاهی نداشتن. آخه ملت انقدر بی سواد بوده که خمینی رو در کره ماه میدیده. دانایانش تحصیل کرده ما دیدیم، به خدا قسم موشم لای قرآن دیدیم. و مرد حسابی بر یه قرآنی که تازه چاپ شده پلاستیکی بیار ببینم مو میبینیم اونجا. شما بیا و برای بزرگترین دانشمند فیزیک جهان، نمیدونم حالا فیزیکدان بزرگ کی هست، این آقای هاکینز باید باشه مثلا در کمبریج، یعنی کرسیش اونجاست، خودش که بیچاره فلج، ولی همچه آدم بیا با آقا شنا اینجوریه، شما وقتی تو آب میفتی این دستت میبری جلوی گردنت اینجوری پاهاتو چیکار میکنی؟ 100 سال به این شنا درس بده، به من تو آب خفه میشه، مگر اینکه در آب شنا کنه و شنا یاد بگیره، چون شنا آموختنیه، با تئوری هم سازگاری نداره. یک مرتبه مردم ما تشنگان آزادی، تشنگان عدالت، از خیلی چیزها ناراضی، خسته شده بودن از دست یک رژیم، میخوان در خیابون. یک آخوندی پیدا شد بر اثر نبود هر گونه قوه سیاسی و عرض میکنم اساس سیاست در مملکت ما، آمد شد پیشوا. بله، آمد به ایران، هیچی با هیچی وارد مملکت ما شد و خیلی ها دل خوش کرده بودن به مجلس مؤسسان، خیلی ها دل کل خوش کرده بودن به یک کانستیتوشن دموکراتیک لیبرال درست حسابی جهانی و فلان اینا. یک مرتبه اوضاع دگرگونه شد. یکی از شیادان بزرگ راسپوتین اون روزگار، این بهشتی بود، بهشتی عرض کنم که مقتول ملعون،
شما ملاحظه بفرمایید چند قطعه از این ما انتخاب کردیم خدمتتون. این آقا بیاد برای شما صحبت کنه. بفرمایید وارتان جان پخش کنید این آقای بهشتی. مثل دیگران مسلمان متعهدی است که باید به تعهدات خودش عمل بکنه، و اگر در جامعه ما روحانیت در قسمت‌های نقش رهبری رو عهده‌دار میشه، این به خاطر امتیاز طلبی روحانیت نیست. اینها هرگز معناش امتیاز طلبی روحانیت، انحصار طلبی روحانیت نیست. اینها همه دور است از رویه روحانیت مبارز ما. من با صراحت این مسئله رو اعلام می کنم که ماها نه تنها امتیاز طلب و انحصار طلب نیستیم، بلکه اونهایی که به ما نزدیک هستند کاملا هر روز احساس می کنند که ما همیشه می خواهیم استعدادهای دیگر، می خواد روحانی می خواد غیر روحانی، اینها رشد کنند، آمادگی پیدا کنند و بیان مسئولیت هایی رو که امروز ما به عهده داریم اونها بر عهده بگیرند و ادامه بدن. بنده معتقدم یک حرکت اسلامی سالم نه مقید است که در این این گونه تشکیلات رهبریش در دست روحانیت باشه و نه مقید است که رهبریش خارج از دست روحانیت باشه، بلکه یک روحانی و یک غیر روحانی هر دو مسلمان مبارز هستند. هر کدام استعداد بیشتر و شایستگی بیشتر برای ایفای یک نقش رو دارند، باید این نقش به همو سپرده بشه، خواه مؤمن باشه خواه غیر مؤمن. هم با حساسیت و آلرژی جاهلانه و متعصبانه‌ای که علیه چهره‌های مؤمن خلاق فعال با تدبیر آگاه در بعضی از قشرها وجود داره باید مخالف بود، این ضد حق است و ضد اسلام است، و هم با آلرژی و حساسیت این که همه چیز باید در دست مؤمنین باشه، این پندار هم پندار واهی است. حق این است که هر کاری باید در دست شایسترین و آماده ترین فرد قرار بگیره. این فرد میتونه مؤمن باشه میتونه غیر مؤمن باشه. فرمودید حالا مقدمات کار هنوز آخوندها به قدرت نرسیدن اونطوری که فکر میکردن، تصور نمیکردن، گمان نمی بردن این عرض کنم تشکیلات سابق تا این اندازه پوشالی باشه. حالا هم که چیز کردن داستان آقا شد که شیر کشت و خودش وحشت کرده بود داشت قش میکرد از ترس، داستان اینا شد. یکی دیگه هم هست وارتان جان این صحبت کرده میگوید آخوند خلاق و فران. کدوم آخوند خلاق؟ خلاقیت آخوند چه بوده؟ اینا که با هر گونه خلاقیت دشمن بودن که بدعت میگویند هر سخنی بگین. که اون یکی هم لطفا نشون بدید که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم، یا با انتخاب مستقیم، یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر، یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره. و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول میکردن، این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول. بله، رهبر بزرگ. کجا در تاریخ مملکت ما چنین چیز بود که کسی آخوند انتخاب میکرد که بشه بر رهبر بزرگ، رهبر درجه اول؟ یه تکه دیگر هم بود از خمینی بود در باب ولایت فقیه. این مثل که یوتیوبا با هم فرق میکنه. اینا رو من نگاه کردم شب که نشون بدم، باز هم هست وارتان نیست جان؟
آه بله بله خواهش میکنم آقای مراغهی که به عنوان مخالف صحبت کنم واقعا توجه کنم به این توضیحات و اونقدر به این توضیحات مطمئنم که امیدوارم خود اینشون در همین جلسه پاشم بیان اینجا بگن اون که بوده سوء تفاهمی بیشتر نمیده. ببینید آقا ما گفتیم اون چیزی که پیشنهاد کردیم اینه که در زمان غیبت حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری بر عهده فقیه فقیه یعنی که این اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص با تقوا خدا ترس کسی که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشه و او را از کمترین تخلفی از راه خدا نگران کنه همیشه بیدار آگاه به زمان بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و بدون نیازهای خودش و جامعهش و اسلامش و امت اسلامیش در این زمان چیست شجاع این دیگه شجاع در حقیقت توی اون با تقوا و با ایمان مستطره ولی ما این رو در آوردیم تصریح بش کردیم که کاملتر بیان شده باشه شجاع و نترس باشه مدیر اهل اداره کردن باشه این فرد اینو میخواد رهبر باشه و مدبر یعنی دورنگر تدبیر داشته باشه دورنگری داشته باشه آینده نگری داشته باشه ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی تازه گفتیم این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن رو به دست میاره گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشه حالا یک توضیح هم میخوام درباره مبنای این اصلی بس این اصل چرا اومده؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشه برای این که ما میخواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشه اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام گمان میکنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اشباب دیکتاتوری میشه در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه اون که جلو میگیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند اون که جلو میگیرد از این که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند اون فقیه هست اونقدر به ولایت فقیه اثر مترفی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم است بسید یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این به تعیین میکنن این نظارت میکند بر این که نباید خیانت بشن همون رئیس جمهوری که ملت خودشون تعیین میکنن و انشاءالله دیگر از این بعد امین تعیین میکنه لیکن معذالک برای محکمکاری
یک فقیهی که عمرشو صرف در اسلام کرده است و عمرشو برای اسلام خدمت کرده میگذرند ببینن چی میکنه. نباده ای رخیران ملاحظه فرمودید این سفاحت رو واقعا این استدلال رو شما به قبایل ما و ما و هم ببرید، قبایلی میگن حسن هنوز تو بیابون ها لخ میگردن و اینا میخندن. یک مردمی به اون عظمت انقلاب کردن در واقع برای بهبود زندگی، برای آینده، برای قانون و عدالت. ببینی آقا چی میگه؟ میگوید که ما در قانون اساسی گفتیم که این ولی فقیه رو بگذارن که رئیس جمهور ظلم نکند، یعنی قانون باشه یا آخوندم بالا سر قانون باشه. کلاهبرداری در واقع به علن کلاه، یعنی دزدی آمال آرزوهای مردم به اعتبار عمامه و عرض کنم همین عبا و داستان و اسلام و اسلام و اسلام. ما ولی فقیه را گذاشتیم که رئیس جمهور ظلم نکنه. حالا قانون اساسی شما فکرش رو بکنید که قانون اساسی باشه، مثلا چه قانون اساسی؟ ما که احترام به قانونی نداشته مملکت ما، نوشتیم قانون، حالا قانونای خوبش رو نوشتیم اونطور شد، چون ما مردم در واقع به گردن ما بوده، در واقع بخشی حداقل بخشی از مسئولیتاش به گردن ما بود. اگر اون روزگاری که حکومت ملی مردم رو ساقط کردن در خانه نمی نشستیم، به این روزگار دچار نمی شدیم. یک مش خارجی آمدن دولت ملی ایرانی رو ساقط کردن، بعد نشستن در منزل می خندیدن که امروز گفت متهم درست نیست، متهم درسته. چه جوک هایی میگفت دکتر مصدق در دادگاه نظام، عبجک قیامت کرد در جوک. در واقع جان کلام این آقا و اون شیطان بزرگ، اون راسپوتین که امانگان امام نمیدونم مجلس هامبورگ بود، هر شب عرق بخورد، ما شنیدیم نمیدونم بالا، این است که ما میخواهیم یک حکومت عقب افتاده رافضی که همون شیعه باشه برقرار کنیم، برای که کلا سر شما بگذارین، این همه آمدن تو خیابونها کشته دادین و سر و صدا کردین، بگیم قانون هم دارید، رئیس جمهور هم دارید. ما هم رأی میدیم هر روز قانون اساسی رأی میدیم، نمیدونم چی رأی مجلس فلان رأی میدیم، به احمدی نژاد رأی میدیم. در واقع این آدمای مثل این آقای خمینی و اون صدام حسین و این پسر همین اسد و اینا که هر روز در آدم سر ببره، آخوندا کمک میکنن، میگوین از پسر اسد این بشار روزی چندین مرتبه زنگ میزنه به آقای خامنه‌ای استمداد میکنه، از اون طرف آدم کش و چاقو کش و اینا اسلحه با نمیفرستن مردم سوریه رو سر ببرن بکشن، روی اتوبوس گرفتن سرم بریدن. یک حکومت رافضی عقب مانده مبتنی بر همون پنج اصل که میدانید، به خصوص امامت و غیبت عجل الله تعالی فرجه شریف، حکومت براتون درست بود. حالا بقیهش هم دیگه بازیه، شما رو مسخره میکنیم، شما نمیفهمید ما داریم شما رو مسخره میکنیم، کلاه داریم میگذاریم سر شما، میگیم که این قانون اساسی، اینم انتخابات، اینم رئیس جمهور، اما یک آخون اونجا نگاه میکنه این چیکار میکنه، فقیه هست. تمام این مصطلحات که دستاورد در واقع علوم جدید هست، اینها رو در واقع کمدیش رو به مملکت ما رسیده. یکیش قانونه، یعنی محترمترین واژه واژه قانونه، قانون. اینجا یک رئیس جمهور بسیار مقتدری داشت، البته ما با اینا قابل قیاس نیستیم، خیلی 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 عقب‌تریم،
ما فکر میکنم با هندی ها هم اگر که بخواهیم به انصاف رأی بدیم و بخواهیم درست سخن بگوییم و مغالطه نکنیم و زیاده گویی نکنیم، فکر میکنم 500 سال ما به لحاظ درک امور دموکراسی از هندوستان عقبیم. حالا هی میریم هندوستان میگم بومید آقای مملکت، بومیده، ما ایم که بومیدیم. اونجایی بومیده هست که یک نفر نشسته و همه سرنوشت مملکت در دست اون یک نفر آدم کم عقله، اونجا بومیده. هندو میگی 500 سال از اونجا عقبی، باور نمی کنید؟ حکومتشون نگاه کنید، آقا مملکتشون ببینید، مملکت خود اونا ببینید. ترکیب حکومت هندوستان رو ببینید، ترقی هاش رو ببینید. حیثیتش رو در جهان ببینید. این همون هندی بود که در واقع از سرچشمه فرهنگ این سرزمین تقویت شد برای چندین قرن، برای چندین قرن. هر چیز افتخارآمیز که نگاه کنید اونجا دستی از ایرانی درش هست. حالا میگم هرچه اغراقه، چون خود هندوستان خیلی تاریخ عظیم داره و عمیق داره و ساختمان‌ها و یادگارهای بسیار گرانبها داره، اما در فرض بفرمایید که چند قرن که در واقع ایرانی ها اونجا حاکم بودن، این یادگاران نمیدونم بقایای تیمور و اخلاف و اسلاف اینها، ایرانی ها اونجا کار میکنن، چند صد شاعر در اونجا به خاک رفته، بیشترشون شاعر زبان فارسی که اصلا ایران نبود، ساختمان‌های اونچنان. اگر ما در واقع خرد سیاسی می داشتیم که گناهش البته برگردن استبداد هست، چون استبداد آدم‌ها رو بی سواد می خواد، بی خبر و بی سواد، به خصوص بی سواد سیاسی. ما در مقطع انقلاب یک مش بی سواد سیاسی بودیم. هیتلر وقتی روسیه رو در واقع حمله کرد، سه ارتش فرستاد اونجا، گفت این تعداد آدمایی که نگه می‌داریم برده کشی کنیم اینا رو فقط به اینا انقدر سواد یاد بدهید که اینا رو کی به تعلیم می‌داد؟ همون فیلسوف‌ها، فیلسوف داشت هیتلر، پشت سرش چند فیلسوف ایستاده بودن، انقدر سواد آموزی کنید که این علامات راهنمایی رو بتونن بخونن، چون سواد مایه دردسره. این کسی که با سواد شد، یعنی توانست با افکار بزرگترها به لحاظ اندیشگی فکرش رو ارتباط بده، اون موقع حکومت برش مشکله، ولی بی سواد که شد همه کارش میشه کرد. بدنامترین کشور در جهان امروز ایران. حالا انتخابات میخواد برقرار کنه، در حالی که تمام این گروه های سیاسی که بودن، مثلا هر کسی که در واقع دستی بر آتش داشته و اینا، تحریم کردن. حالا بنده میدونم چه میشه، یه بخشنامه میکنن به این ادارات که هر که نیاد ردنده در شناسنامش نباشه پوست از سرش میکن. نهایت که جمع بکنن یه 4-5 میلیونی ممکنه جمع بکنن، دزدان، داره دسته دزدان و مفخرا، بعد اعلام میکنن 35 میلیون. فرقی نداره که چیزی، فقط یه عده بیان که ببینن که عده آمدن، ما میگوییم 50 میلیون بوده. چون از ویژگی های استبدادهای جدید، به خصوص استبدادهایی که جانشین این دموکراسی هستن، این است که نهادها رو نگه میدارن. یه مجلس لازم داریم آقا، ما داریم به جهان میگوییم ما دموکراتیم. آقا چه دموکراتی هم هستیم، قانون اساسی داریم. حالا مذهکه به یادم آمد، اون رژیم گذشته دید یه ماه قبل از سقوط دستا قانون اساسی چاپ کنید، قانون اساسی منتشر کنید، 400 از منوچهر خاشه بپرسید داستانش رو. قانونی که 30 سال زیر پا رفته، درش بسته شده، تو زباله انداختن و علم میگوید امروز میرویم به روز مشروطه، در حقیقت میرویم به ترحیمش. چاپ کنیم، حالا چاپ کنیم، دیر چاپ کردیم.
قانون محترم ترین چیز قانون بوده، هرگز راحت نشد. زمانی هم که نشستیم و بزرگان ما نشستن قانون نوشتن، یه بابای پیدا میشد لگد میزد میگه قانون یعنی چی؟ آقا من خودم قانون. یه کسی پیدا نمیشد بگه آقا شما که داری قانون مملکت رو از بین بردی، آقا این به زیان همه است، به زیان تو هم است که قانون داری از بین میبری. مجلس نگه میداره. اگر که همه احزاب رو برچینن یه حزب اما میگذاره. امروز هم حزب الله است که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این حزب این یکی اصلا حزب میگه نه ولی انتخابات داره. مگه میسر چنین چیزی؟ چطور ما نفهمیدیم تا به امروز؟ بارها اینو من تکرار کردم خدمت شما که بدون تحزب، بدون رقابت انتخاباتی، بدون ارائه آلترناتیو در واقع برای تغییر، رأی دادن چه معنی میده؟ جزی که به دزدان مشروعیت میدهیم که مدتی دیگر با خیال راحت دزدی بکنن. شاهزاده آقا مجتبی ولیعهد، حالا یکی از اوناست. این شیاد اومده بود میگفت که عادل باشد، که کامل باشد، که دان اسلام بداند. همین آقای چیز بهشتی، جامع جمیع علوم عقلی و نقلی باشد. شما کدوم آخوند شما دیدید که آقا چیزی بدونه؟ مسلط به امور رایج باشد، وضع زمان رو درک بکند. یعنی ما درک میکنیم، ما معنیش اینه. شما ببینید کتاب آخوندها رو بخونید، ببینید در زمان چه چیزی رو نه قبول ندارن که اینا از اون چیز 1500 سال پیش گفته شده یک قدم جلو نیومده. در باب حقوق انسان، در باب نمیدونم حقوق زنان، در باب حقوق کودکان، شما نیم کلمه هم در سرتاسر اسلام در باب حقوق کودک پیدا نمی‌کنید، جز اینکه صاحب دم پدرشه میتونه سرش ببره و پول از جیبش بذاره این جیبش، خودش به خودش دیه بده. این حقوق کودکانه. حقوق زنان هم که میدانی بارها اینجا گفتم، حقوق جزایی اینا در باب زنان چه چیزیست، دیهش چقدر هست. حالا انتخابات میکنن و به درستی این آقا تعارف نداره، این همین حضرت رهبر مسلمین جهان صاحب اختیار بهشت و جهنم میگوید که به ما رأی بدهید ما نشان میدهیم به دنیا که ما مشروع هستیم. فکر کنم نزدیک میگوین جمعه است رأی دادن. یه آدمی که دو سه سالی با یک اندکی فهم توی جامعه دموکراتیک زندگی کرده باشه حالا اعلام بکنن که آقا اینجا استبداد اسلامی است، در این مجلس و بندوبستات هم ببنن، خیلی بهتره. لااقل حس ریا نمی کنه آدم و دروغ. آقا اینجا خلیفه خلیفه اسلامی می آقا این علی خامنه خلیفه مسلمین جانشین علیه، هیچ کدوم از این نهادها هم لازم نیست، این جمهوری و رئیس جمهور و مجلس اینا هم لازم نیست، ایشون امر میکنه امت هم اجرا کنه، خیلی بهتره. که تا اینکه بگوین مردم هر 3 سال یه بار 4 سال یه بار قدرت دارن به اینا تفویض میکنن، اون موقع ما خنده‌دار میشیم هممون، همه رای دهندگان اینا رو باش. خدا به ما رحم کند. آه حبیب ابن مظاهر، آمدن گفتن که این آقای که نوبل برده بچهشو بغل گرفته، گفته من امروز اومدم اینجا بزنم تو سر صهیونیست و گفته است ما شکست دادیم صهیونیست و فلان اینا. یکی زنگ زده گفته آقا این آقا که این چیزا رو نگفت که شما میگین تو روزنامه هاتون نوشتین اینا، این آقا که اومد اونجا یه تو کلمه حرف زد اومد پایین، گفت شما خبر ندارین، ما مأخذ داریم، ما شیعیان مأخذ داریم. حالا شما تصورشو بفرمایید تو هموطن گرامی عزیز من، که وقتی یه آقای آمده مقابل چشم چند بیلیون نفر، چون این اسکار فکر میکنم به بیلیون میرسه، بیشتر از بیلیون تمام جهان نمیدونم 76 کشور دارم 100 کشور جهان زنده پخش شد، همه دیدن چه گفته، فیلمش هم هست، میگن این چنین گفته، ببینین حدیث چقدر معتبره، احادیث شیعه ببینید چه قیامتی است.
کار شیعه میدید با حدیثه. باقر مجلسی میگن نامه نوشته بود به اطراف 1,000,000 حدیث جمع کرده. یه آدم بزرگی هم پیدا شد، کابلی، زوتی کابلی، نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه، گفت من 17 حدیث بیشتر قبول ندارم. اینا هم اینست که عایشه گفته، بقیهش رو من اعتماد ندارم، از این دهن به اون دهن. شما یک کلام رو اکسنتش رو تغییر میدید معنیش کامل. 1500 سال پیش چه گفته است اون یک شخص؟ باری گفتن این آقا گفته صهیونیست، ما شکست دادیم که اینو چنان کردیم. بیچاره اومد اونجا تو کلمه حرف زد، دیدی که چگونه حرف زد، کی صحبت از صهیونیست بود، بچه‌شو بغل کرد. اینو بچه بغل کردن خیلی چیز مهمی است، چون داستان عاشورا چی میگن، همون حسین و ماجرای شمر و اینها، گفت علی اصغر رو بغل کرد، به من آب نمیدید به این بدین، حرمله تیر زد به گلوش. این خیلی چیز بزرگی است در دنیای رافضیگری. بچه‌شو بغل کرد اونجا روی سن. خب کسی به ما کمک نمی کند هموطن، مگر ما خودمان به خودمان کمک کنیم. این رأی دادن در واقع بیاد داریم 23 میلیون رأی به آقای خاتمی، چی شد اون رأی ها؟ این همه رأی به این موسوی بیچاره و اون کروبی بد عاقبت، چی شدن اونها؟ مگه رأی شما نبود؟ باری با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از بارتان گرامی در اتاق فرمان و شما همزبانان گرامی در هر جا که هستید، برنامه رو در واقع میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما جان. خب بعد در بابش صحبت میکنیم. از شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.